مسئولان اداره ملی غذا و دارو میگویند که در یک سال گذشته این اداره برای 10 فابریکه تولید دارو جواز فعالیت توزیع کرده. عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی غذا و دارو گفته که این اداره در یک سال گذشته برای 10 فابریکه تولید دارو جواز فعالیت توزیع نموده که یکی از آنها فابریکه سینوفارما در ولایت قندهار میباشد که در 80 کشور جهان ثبت و راجستر است. عمر افزود که در حال حاضر اداره مسئولیت غذایی در سراسر کشور فعالیت دارد و از وارد شدن مواد خوراکی بیکیفیت به بازارهای افغانستان جلوگیری میکند. مسئولان اداره ملی غذا و دارو در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند که این اداره در زمینه محصولات طبی و داروهای کشور طرحی را آمده و به کابینه پیشنهاد کرده که قرار است به زودی توشیح شود. عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی غذا و دارو گفت که این اداره در یک سال گذشته برای 10 فابریکه تولید دارو جواز فعالیت توزیع نموده که یکی از آنها فابریکه سینوفارما در ولایت قندهار میباشد که 80 کشور جهان را ثبت و راجستر است. ارزیابی یا چک کردن و تست کردن ادویا و محصولات صحی جور میکنیم که به شمول مرکز 5 لابراتوار میشه. این لابراتوارها بسیار معیاری و استانداردایز است و این لابراتوارها دارای همه بخش ها هستند که عملا کارشان ارزیابی صورت گرفته. در همین حال سید مومن خان فدایی رئیس نظارت و بازرسی اداره ملی غذا و دارو در این نشست گفت که این اداره در یک سال گذشته برای 2226 تأسیسات دارویی در کشور جواز فعالیت توزیع نموده است. فدایی افزود که دریافت کنندگان جواز شامل 196 باب عمده فروشی، 156 باب شرکت توریدی، 10 باب فابریکه تولیدی، 142 باب نمایندگی شرکت های توریدی و فابریکه های تولیدی و 1844 نفر از مسئولان فنی می شوند. په تیر کال کې 4516 جش دواخانې بررسي کړي دي چې د هغه څخه 1220 دواخانې چې نوکري په لیست کې وي هغه هم بررسي کړي دي. 1111 دواخانې موږ بندې کړي دي او 104 مو توصیه کړې ده او 126 دواخانو ته مو اختار ورکړی دی. از سوی هم خلیل رحمان مومن رئیس ثبت و راهیابی دارو و محصولات صحی اداره ملی غذا و دارو در این نشست گفت که در یک سال گذشته این اداره نزدیک به 300 تن داروی بیکیفیت را حرک و 50 تن دیگر آماده حرک است. مومن افزود که در یک سال گذشته این اداره به ارزش بیش از 65 میلیارد و 258 میلیون افغانی دارو و محصولات صحی وارد کشور نموده است. به تیر یک کال که 28 میلیون او وسو څلور څلوېک لک او 15000 ډالر چې معادل په افغانۍ 15 میلیارډ 255 میلیونه 222 لک او 115000 افغانۍ معادل کیږي. د 1402 قلم او درملو او روغتیایي محصولاتو ته د وارداتو اجازه ورکړی شوې ده. به گفته مسئولان اداره ملی غذا و دارو از ماه حمل سال 1401 تا کنون 70% کارهای انکشافی را در کشور انجام داده و هم مکنون در 34 ولایت تشکیلات دارند. همچنان این اداره برای 21504 قلم دارو و محصولات صحی جواز وارداتی صادر کرده است. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.